سلام امیدوارم حالتون خوب باشه در خدمت شما هستم با آموزش تریکو بافی در این جلسه معرفی وسایل رو داریم برای شروع تریکو بافی شما نیاز دارید به دو سایز قلاب قلاباتون حتما باید فلزی باشه دسته نداشته باشه چون توی بافت مشکل برمیخورید قلابی که داریم شماره 6 و شماره 4 چار و نیم برای بافت کفی هستش و شیش برای دیوار بافی استفاده میشه یه قیچی معمولی نیاز دارید همجور که میبینید انواع کفی ها رو داریم در سایز و شکل مختلف که شما با استفاده از قلاب و این سراخ هایی که توی کفی هسته شروع میکنید به بافت هر کفی در داره که شما وقتی که خود کفی رو بافتید در صورت اینکه دوست داشته باشید میتونید درش هم آماده کنید. تمام این کفیا سایز مختلف و دلخواه داره. بریم سراغ تریکو. تریکوتون باید حالت استاندارد داشته باشه. تریکوی استاندارد چه تریکویی هستش؟ تریکویی که از لحاظ کشسانی و زخامت سایز نرمالی داشته باشه. تریکو استاندارد از لحاظ زخامت باید 4 سانت باشه. نازکترش باکستون رو خراب میکنه. حالت کشسانی نباید خیلی کش بیاد چون توی بافت دوچار کشسانی میشه و بافتتون رو جمع میکنه یعنی دست آخر شما یک سبد جمع شده دارید. پس خیلی مهمه که تریکوتون استاندارد باشه از لحاظ زخامت و کشسانی. تریکوها معمولا وزن مختلفی دارن و توی بازار به صورت کیلویی فروش میرن. توی این جلسه با ابزار و وسایل شروع تریکو بافی آشنا شدیم. امیدوارم استفاده کامل رو برده باشید. در خدمت شما هستم در جلسات بعدی با ادامه آموزش. سلام امیدوارم حالتون عالی باشه در این جلسه در خدمت شما هستم با آموزش انواع بافت پایه در ابتدا با آموزش زنجیره شروع میکنیم به این صورت که شما با ابتدای نختون و قلاب به این صورت یه پیچه کوچولو به حلقه و قلابتون میدید از زیر دقت داشته باشید که از زیر قلاب از زیر این نخ اصلی رو میگیره سر قلاب به سمت پایین میپیچه و از داخل حلقه که ایجاد کردین نخ اصلی رو در میاره. به این صورت این شد گره ای ابتدای کار. در ادامه باید از زیر دوباره نخ گرفته بشه و از توی حلقه ای که ایجاد کردیم در بیاد. دقت داشته باشین که تمام این زنجیرایی که میزنید به یک اندازه باشه. این در تمیز بافی شما بسیار موثر هستش. از زیر قلاب نخ رو میگیره و از توی حلقه ایجاد شده در میاد. این کار را تا جایی که دستمون راه بیفته ادامه میدیم به این صورت پس نکته هایی که داشت اینه که قلاب از زیر نخ رو میگیره و از توی حلقه نخ اصلی رو بیرون میکشه در انتها شما یک زنجیره بافته شده با تریکو دارید این کار رو ادامه میدیم دوستان در نظر داشته باشید که بافت زنجیره یک برای اینکه دست شما سفت بشه در بافت نیازه و اینکه گاه هم برای دسته سبد و یا اینکه پایه دسته و یا پایه درب ازش استفاده میشه در این جلسه بافت زنجیره رو آموزش دیدین در جلسه بعدی در خدمت شما هستم با ادامه آموزش تریکو بافی در این جلسه در خدمت شما هستم با آموزش بافت پای کوتاه برای بافت پای کوتاه شما نیاز به یه بافت زمینه دارید که اون یا میتونه زنجیره باشه یا وقتی که شروع به بافت دیواره کردید بافت پای کوتاه روی دیواره سوار میشه من الان چون دارم بافت زمینه رو به شما یاد میدم و بافت اولیه هست روی زنجیره به شما آموزش داده میشه بعد از اینکه یه زنجیره رو زدیم از زنجیره اول با زنجیره اول کاری نداریم با زنجیره دوم قلاب ما میره خط بالایی زنجیره همونجور که دقت میکنید هر یه دونه از این زنجیره ها مثل یه خوشه گندم میمونه قلاب میره خط بالایی این خوشه گندم رو میگیره مثل همیشه از زیر نخ اصلی رو میگیره و یه حلقه در میاره الان دقت بکنید ما دو تا حلقه داریم این دو تا حلقه با استفاده از نخ اصلی یکی میشن قلاب از زیر این قلاب نخ رو میگیره و دو تا حلقه رو یکی میکنه به این صورت دوباره پایه بعدی میریم زنجیره بعدی این زنجیره اول بود زنجیره دوم دوباره قلاب از خط بالایی زنجیره رد میشه از زیر نخ اصلی رو میگیره الان دوتا حلقه داریم دو تا حلقه با نخ اصلی یکی میشه دقت داشته باشید که موقع بافتن دستتون زیر بافت قرار بگیره که بافت زمینه پیچ نخوره میرم برای حلقه بعدی از حلقه سوم قلاب نخ اصلی رو میگیره یک اندازه در یک امتداد دوباره دو تا حلقه داریم این دو تا حلقه با نخ اصلی یکی میشه به این صورت بعد از هر بار بافتن بافتتون رو خوبه که اینطوری بکشید ببینید با دست مرتبش بکنید که بافته تمیز و منسجم داشته باشید اینم خیلی دقت بکنید که تمیز بافی و صبر نکته اصلی توی بافت تریکو بافی هست. من همین کار رو ادامه میدم تا آخر زنجیره. دوستان خیلی دقت داشته باشین که بافتتون باید به این صورت در بیاد. خوشه گندم. ببینید هر بافته پایی کوتاه مثل یه خوشه گندم شده ما توی بافت به این میگیم بافت خوش گندمی. یکی یکی زنجیره ها داخلشون بافت پای کوتاه میخوره تا آخر. بعد از هر بار بافت قشنگ دستمونو میکشیم که یک بافت تمیز و درجه یک داشته باشیم. پس در حین بافت، دستمون و پایه. این پای کوتاه ها نگه می داریم که این زنجیره پیچ نخوره. نکته هایی با... که باید دقت بکنید توی بافته پای کوتاه، اینه که حتما قلاب وقتی که میره توی یکی از این خونه ها که نخ اصلی رو بکشه بیرون نخ اصلی از زیر گرفته بشه یعنی چی یعنی که قلاب از زیر میره نخ رو میگیره سرش میاد پایین و از توی خونه ردش میکنه و این حلقه رو میکشه بیرون. دوباره الان که میخواد این دوتا حلقه رو با هم یکی بکنه از زیر. نخ رو میگیره و این دوتا حلقه با نخ اصلی یکی میشن به این صورت. در این جلسه آموزش بافت پای کوتاه رو داشتیم. ممنون از همراهی شما. در خدمت شما هستم با آموزش بافت پای متوسط. برای بافت پای متوسط شما نیاز به یه زمینه دارید که این زمینه رو من فعلا روی زنجیره به شما آموزش میدم و بعد شما میتونید این بافت رو روی دیواره سبدتون اجرا کنید. به این صورت که حلقه اول رو کاری باهاش نداریم. از حلقه دوم شروع میشه. همونجور که میبینید بافت زنجیره مثل خوشه گندم کنار هم هستش. برای بافت پای متوسط یک بار نخ دور قلاب به این صورت میفته. با این انگشتتون نگهش دارید. و بعد قلاب توی خط بالایی این خوش گندمی میره و از زیر نخ رو میگیرید. الان شما سه تا حلقه دارید. این سه حلقه با استفاده از نخ اصلی یکی میشه. به این صورت. پایه بعدی یک بار نخ دور قلاب میفته داخل حلقه بعدی از زیر نخ اصلی رو میگیره و به این صورت شما سه تا حلقه دارید این سه حلقه با نخ اصلی یکی میشن به این صورت یک بار دور قلاب میفته نخ از حلقه بعدی در میاد نخ اصلی رو میگیره سه تا حلقه دارید این سه تا حلقه با استفاده از نخ اصلی یکی میشن توی این بافت هم باید دقت داشته باشید که دستتون حتما زیر بافت قرار بگیره که زمینه پیچ نخوره یه نکته ای که بهش توجه داشته باشید خیلی مهمه روی سر هر بافت متوسطتون یه خوش گندومی دارید این خوش گندومی ها باید اندازه هم باشه چه جوری دستتون نه خیلی بالا باشه که این خیلی گشاد و آزاد و نه خیلی تنگ یه جوری که قلاب توی این حلقه آزاد باشه ولی گشاد نباشه دوباره نخ دور قلاب خوش گندومی بعدی از زیر نخ رو میگیرم الان شما سه تا حلقه دارید سه حلقه با نخ اصلی یکی میشه این کار رو تا آخر ادامه میدم به این صورت توی این بافت خیلی مهمه که دستتون برای تموم پایه ها به یه اندازه بالا بیاد یعنی وقتی این نخو بالا میکشین به این صورت یک اندازه یعنی هر ستاش در یک راستا قرار بگیره اینطوری بافت تمیزی دارین این کار رو تا آخر ادامه میدیم. بعد از هر بار بافت دستتون رو بکشید که اینا همه توی سر جای خودشون قرار بگیرن به این صورت. و در آخر آخرین پایه رو میزنم. به این صورت. خب آموزش پای متوسط رو با هم داشتیم. موفق و معید باشید. با آموزش پای بلند در خدمت شما هستم. برای بافت پای بلند شما نیاز به زمینه دارید. من اون رو روی زنجیره به شما آموزش میدم. شما باید روی دیواره سبدتون اون رو اجا کنید. به این صورت که مثل همیشه با حلقه اول کاری نداریم. یک بار نخ دور قلاب تابیده میشه. توی حلقه دومیره نخ اصلی رو بیرون میکشه. شما الان سه تا حلقه دارین. در ابتدا دو حلقه اول با نخ اصلی یکی میشن. شما الان دو حلقه دارید. این دو حلقه هم با نخ اصلی برای بار دوم یکی میشن به این صورت. پایه بعدی یک بار نخ دور قلاب میفته. در پایه بعدی میره. نخ رو میاریم بالا. سه تا حلقه دارید. این دو تا حلقه اول با نخ اصلی یکی میشن. در مرحله بعد دوباره شما دو تا حلقه دارید این دو تا حلقه برای بار دوم با نخ اصلی یکی دوباره ادامه میدم نخ دور قلاب توی خونه بعدی میره نخ اصلی رو بیرون میکشه سه تا حلقه دو تا حلقه اول با نخ اصلی یکی دو تا حلقه بعد دوباره با نخ اصلی یکی به این صورت این بافت بازی رو داره به این صورت دستتون هم هر دفعه بکشید نخ دور قلاب توی سوراخ بعدی سه تا یک دو سه دو تای اول با نخ اصلی یکی دو تای دوم با نخ اصلی یکی این کار رو تا آخر ادامه میدیم توی این بافتم خیلی مهمه که دستتون به یه اندازه بیاد بالا که این ستا در امتداد هم قرار بگیرن به این صورت تمام پایه ها به یک اندازه در بافت بلند کنار هم قرار میگیرن. آخر ادامه میدیم به این صورت این هم از بافت پای بلند با آموزش پای دوب در خدمت شما هستم برای بافت پای دوب به این صورت من روی زنجیره به شما آموزش میدم شما توی دیواره باکس میتونید اون رو اجرا بکنید و گاهن به دردتون میخوره پای دوبل خیلی در بافت سبد تریکویی قابل استفاده نیست ولی خوبه که شما یاد بگیرید برای لب بافی ها گاهن استفاده قرار میگیره مثل همیشه با حلقه اول کاری نداریم یک بار نخ میفته با دست نگه میدارم برای بار دوم نخ دور قلاب میفته با دست نگهش میدارم این دوتا نخی که اضافه شده رو با استفاده از این انگشتم نگهش میدارم و میرم توی خونه بعدی از زیر یه حلقه بیرون میکشم این دوتا حلقه اول با نخ اصلی یکی میشن دوباره دو حلقه دوم با نخ اصلی یکی میشن و برای بار سوم دو حلقه آخر با نخ اصلی یکی این کار در بافت پای دوبل سه بار تکرار میشه یعنی شما سه بار دو حلقه رو با نخ اصلی یکی میکنید یک بار نخ دور گلاب برای بار دوم نخ دور قلاب توی حلقه بعدی میره زنجیره در میاره به این صورت شما الان یک دو سه چهار چهار تا حلقه دارید دو حلقه اول با نخ اصلی یکی دو حلقه دوم با نخ اصلی یکی و دو حلقه سوم با نخه اصلی یکی میشن به این صورت دوباره تکرار میکنم نخ دور قلاب میفته برای بار اول نخ دور قلاب میفته برای بار دوم توی خونه بعدی میره دقت داشته باشید که با دست این دوتا نخی که اضافه شده رو نگه دارید چون ممکنه از توی قلابتون در بیاد و یه گشاد بشه به این صورت که توی حلقه دوم میره به این صورت در میاد دو حلقه با نخ اصلی یکی دو حلقه بعد دوباره یکی و در نهایت دو حلقه بعدی یکی میشه به این صورت این هم بافته پای دوبل با آموزش بافت کفی دایره در خدمت شما هستیم. برای بافت کفی دایره من اینجا از سایز کوچیک کفی استفاده کردم. برای شروع قلاب از یکی از این سوراخ ها داخل میره. نخ اصلی ببینین این دو طرف رو من نگه میدارم. نخ اصلی با استفاده از قلاب از داخل این سوراخ بیرون کشیده میشه. شما الان یه حلقه دارین. این حلقه با استفاده از این نخ اصلی به زنجیره تبدیل میشه شروع هر رج ما زنجیره داریم این زنجیره حکم یک پایه رو برای ما داره به این صورت پشت کار این نخ کوچیک رو داریم به این صورت هستش که من لبه کارم نگهش میدارم و قلاب رو از سوراخ بعدی عبور میدم دقت داشته باشید برای مخفی کردن این نخ کوچیک حتما باید روی قلاب قرار بگیره اگر این نخ کوچیک زیر قلاب قرار گرفت مخفی نمیشه پس برای مخفی کردنش وقتی قلاب از توی این سوراخ در اومد این نخ باید بالا نگه داشته بشه و بعد شروع میکنم به بافت نخم رو از زیر با قلاب میگیرم میارم بالا شما الان دو تا حلقه دارین من شروع میکنم دور تا دور کفیم رو پای کوتاه میزنم به این صورت دوباره سوراخ بعد قلاب میره داخل نخ رو از زیر میگیره و میاره بالا شما الان دو حلقه دارید دو حلقه با استفاده از نخ اصلی یکی میشه و تبدیل به پای کوتاه به این صورت دقت داشته باشین که حتما نخ باید از زیر بره رد بشه و قلاب بگیره قلاب داخل سوراخ بعدی میره، نخ رو از زیر میگیره میاره بالا این دو تا حلقه در امتداد هم در راستای هم به این صورت با نخ اصلی یکی میشن. همونجور که میبینین این نخ کوچولو این پشت داره مخفی میشه انقدر این پشت نگهش میدارم تا کاملا پشت بافتم مخفی بشه و دیگه پیدا نباشه چون اگر که مخفی نشه بافتتون شکافته میشه این دوتا در یک راستا قرار میگیرن و با استفاده از نخ اصلی یکی میشن این کار رو تا انتها ادامه میدم دقت داشته باشید که روی کارمون یه خوش گندومی یک ردیف خوش گندومی داریم این خوش گندومی ها همشون باید اندازه هم باشن به چه صورت قلاب این حلقه نه خیلی بلند نه خیلی تنگ به صورت چشمی شما اینو مرتب میکنید نگهش میدارید و بعد داخل سوراخ بعدی میرید و بعد از زیر نخ رو میگیرید و با قلاب دوتا حلقه رو یکی میکنید روی بافتتون توجه داشته باشید که تمام این پایه ها مثل خوش گندمی کنار هم قرار گرفته باشن و پیچ و تاب نخورن. دوباره من میام اینو مرتب میکنم توی سوراخ بعدی قلاب در میاره نخ و بعد یکی یکی حلقه ها با نخ اصلی بسته میشن. سوراخ بعد حلقه در میاد دو حلقه با نخ اصلی یکی تمام پای کوتاه به اندازه کنار هم دور این حلقه چیده میشن. همونجور که میبینین دور تا دور سبدم با استفاده از پای کوتاه داره پر میشه. تمام خونه ها رو پای کوتاه میزنم تا به آخرین سوراخی که داخل این کفی دارم میرسم به این صورت. با آموزش کافی گرد در خدمت شما بودم. موفق و معید باشید. در این جلسه اتصال مخفی رو داریم. زمانی که شما یک دور کامل کافی بافی کردید الان میخوام ابتدای رجم و به انتهای رج وصل کنم که برم برای شروع دیواره به چه صورت هستش؟ اسمش روشه اتصال مخفی این روی باکستونه یعنی روبروی صورت شما قرار میگیره یه کمی حلقه رو میکشیم قلاب رو از داخلش در میاریم از پشت باکس این اولین پای کوتاه شماست دقت بکنید که اولین پایی کوتاه روی سرش یه خوش گندمی داره ببینید خوش یه خوش گندمی دو خطی من میام قلابم از پشت از داخل این خوش گندمی یعنی این دو خط خوش گندمی رد میکنم این حلقه ای که آزاد شده رو دور قلاب میندازم نگهش میدارم و میکشمش پشت سبدم به این صورت با انگشتم نگهش میدارم که در نیاد به این صورت همونجور که نگاه میکنید شما الان هیچ حلقه ای رو نمیبینید ولی در واقع پشت کارتون این حلقه رو دارید که ما میخوایم همین اتصال مخفی رو با این شروع بکنیم روی اولین پایی کوتاه شما این حلقه سوار شده پس از این شروع میشه قلاب کجا میره قلاب داخل این هفتی دقت کنید داخل هفتی میره قلاب داخل هفتی و از پشت از زیر این خط افقی وسط این دوتا خط عمودی در میاد این حلقه ای که اینجا آزاد شده بود دور قلاب میفته و بعد این نخ اصلیمون از داخل این حلقه و پایه هفتی بیرون کشیده میشه اگر یادتون باشه شروع هر رج با زنجیره شروع میشه یه زنجیره میزنم این زنجیره حکم شروع کار پایه اول و اتصال مخفی رو داره دقت داشته باشین که همیشه اول رجتون باید زنجیره بخوره یعنی این اتفاق نیفته وقتی من هنوز این حلقه رو با نخ اصلی یکی نکردم نگهش دارم و برم توی پایه بعدی نه همچین اتفاقی نمیفته وقتی این حلقه در اومد با استفاده از نخ اصلی حتما باید زنجیره بخوره و بعد شروع رجم رو داشته باشم این هم از آموزش اتصال مخفی ممنون از همراهی شما آموزش با بافت گندمی در خدمت شما هستیم. بافت گندمی میشه شروع کار دیوار بافی. توی هر سبدی شما نیاز دارید شروع کنید ابتدای دیوار بافیتون ما الان توی این سبد گرد میخوایم با بافت دیواره گندمی شروع کنیم. وقتی که شلال مخفیمون رو زدیم میریم توی پایه های هفتی یا همون پایه کوتاه به چه صورت هست؟ اگه دقت بکنین این یه هفت اینجا داریم مثل خوش گندمیه قلاب دقیقا میره وسطش دقت داشته باشیم که از پشت قلابمون از کجا در میاد پشت سبد وقتی قلاب از این وسط در اومد شما مثل یه حالت خط فاصله دارید قلاب از زیر خط فاصله وسط این هشتیه یعنی وسط این دوتا نخا باید در بیاد به این صورت خب نخ اصلی رو میگیرم از داخل هفتی در میارم شما دو حلقه در امتداد هم دارید که یعنی همون پایی کوتاه با نخ اصلی از زیر دو تا حلقه یکی میشه به این صورت دوباره از وسط هفتی میرم از پشت دقت میکنم که قلابم از هشتی بیرون اومده باشه نخ اصلی رو میگیرم و از داخل هفتی بیرون میکشم دقت داشته باشید که وقتی این دوتا حلقه ای که در امتداد هم هستن رو میخوام با نخ اصلی یکی بکنم وقتی قلاب دور نخ اصلی پیچیده میشه میام این حلقه اولش رو با شست هدایت میکنم و از هم باز میکنم به این صورت که این هفتی قشنگ کنار هم قرار بگیره ببینید دو تا خط هفتی قشنگ کنار هم قرار گرفت خب اینو مرتب میکنم میرم سراغ هفتی بعدی قلاب از وسط هفتی بیرون کشیده میشه از وسط هشتی زیر این خط فاصله من باید ببینمش وگرنه بافتم کج در میاد نخ اصلی رو میارم بالا دو تا حلقه در امتداد هم از زیر از زیر با نخ اصلی دوتا حلقه یکی میشه یا همون پای کوتاه شما دارید این رج شروع کردید به پای کوتاه زدن یا همون پای گندمی یا گندمی بافی شما دارید دیواره گندمی می بافید. از هفتی میره از هشتی در میاد نخ اصلی رو بیرون میکشه و با استفاده از نخ دو تا حلقه در امتداد هم یکی میشن به این صورت از هشتی برای شروع کارتون خیلی دقت داشته باشید که قلاب حتما از وسط هفتی بره داخل و از بین این خط بین این دو تا خطی که من بهشون میگم خطای هشتی در بیاد نخ اصلی رو بگیره بالا کشیده بشه این کارو تا انتها ادامه میدیم تا به اتصال مخفی برسیم. من یک رجه کامل پایه بافی کردم یا همون پایه کوتاه بافی رسیدم به جایی که آخرین پایه کوتاه رو باید یه پایه دیگه برای رجه بعد روی سرش بزنم و بعد اتصال مخفی این پایه پایه آخر من هست الان دوباره میخوام پایه آخر رو به پایه اول نصب بکنم به چه صورت الان این که میبینید هنوز مثل باکس نشده چی کارش میکنم؟ با دست به سمت داخل تمام دونه ها رو صاف میکنم خب نکته ای که باید بهش توجه بکنید دوستان این روی کار شما هست که تمام هفتی ها کنار هم چیده شدن این میشه دیواره سبد شما تمام یک اندازه و یک دست کنار هم هستن رسیدم به جایی که باید اتصال مخفی بزنم یعنی دیگه پایه ای ندارم که من داخلش پای هفتی بزنم اگر یادتون باشه آموزشش رو داشتیم اتصال مخفی قلاب از داخل حلقه در میاد از خوش گندمی اول میره داخل حلقه آزاد شده رو میگیره این حلقه آزاد شده از پشت دور انگشتمون میفته که من دیگه قلابم آزاد بشه از اولین خونه وسط اولین هفتی میره این حلقه آزاد شده دور قلاب میفته و نخ اصلی از حلقه و از وسط هفتی در میاد و دوباره شروع رج با زنجیره شروع میشه و ادامه بافت از قلاب از هفتی میره از هشتی در میاد حلقه بالا کشیده میشه و بعد دو حلقه در امتداد هم با نخ اصلی یکی میشن این کار رو تا انتها ادامه میدیم تا اینکه دیواره بافتمون به اندازه و ارتفاع دلخواه برسه من این بافت گندمی رو ادامه میدم تا آخر و دوباره اتصال مخفی و شروع رج بعدی به این صورت من تا دیواره دلخواهم هم بافتم شما میتونید این دیواره رو ادامه بدید کوتاهتر باشه بلندتر باشه من این دیواره دلخواه من هستش رسیدم به جایی که آخرین خونه رو اگر که پایی کوتاه هم رو بزنم سبد من تمام میشه به این صورت اتصال مخفی میزنم و بعد میرم برای مرحله بعدی به این صورت با بافت دیواره گندمی در خدمت شما بودیم ممنون از همراهیتون توی این جلسه دورگیری ساده و اتمام کار رو داریم وقتی رسیدیم به آخر سبدمون جایی که ابتدا و انتها دوباره کنار هم قرار گرفتن اتصال مخفی رو انجام میدیم. به چه صورت بود؟ قلاب در میاد، اولین خوش گندومی حلقه جدا سازی شده میره پشت، با انگشت نگه داشته میشه. اینجا ای کار یه کمی متفاوت از شلاله یا همون اتصال مخفی دیواره هستش وقتی ما میخواستیم دیواره رو اتصال بزنیم قلاب میرفت توی پایه کوتاها توی این پایه هفتیا الان دیگه توی پایه هفتی نمیره میره زیر خوش گندومیا. اینو دقت میکنیم که برای دورگیری ما نیاز به خوش داشتیم اگر برای دیواره بافی ما نیاز داشتیم قلاب بره توی این هفتی ها برای لب بافی دیگه قلاب توی هفتی ها نمیره و میره توی خوش ها از اولین خوش گندمی دو شروع میکنم قلاب هم میره توی اولین خوش این حلقه جدا شده دور قلاب میافته. نخ اصلی از این حلقه و اولین خوش بیرون کشیده میشه لب بافی به چه صورت هست؟ دیگه قلاب توی هفتی ها نمیره و با خوش گندمی ها کار داریم؟ نکته بعد این حلقه تبدیل به زنجیره نمیشه و بلا فاصله زیر خوش گندمی بعدی قلاب من میره حلقه در میاره و حلقه اول از حلقه دوم رد میشه به این صورت دورگیری رد حلقه اول از حلقه دوم هست به این صورت هست که این حلقه نگه می دارم. قلاب از زیر خوش حلقه دوم رو در میاره حلقه دوم از حلقه اول رد میشه به این صورت دوباره همین کار رو تکرار می کنم این دیگه نخ نمی فقط رد حلقه از حلقه هست من الان یه حلقه دارم از زیر خوش گندمی بعدی ببینید قلاب از زیر این دوتا نخا رد شد یه نخ اصلی میگیرم میان بالا الان من دوتا حلقه دارم که یک اندازه در امتداد هم هستن به این صورت حلقه دوم از حلقه اول رد میشه دقت میکنیم که تمام این خوش ها یک اندازه کنار هم بافته بشن به این صورت تا آخر رج ادامه میدم تا کاملا باکس من لبه بافی بشه که دقت میکنید ببینید دور تا دور کار من خوش های یک دست و یک اندازه افتاده تا انتهای رج کاملا خوش می میزنم رد حلقه از حلقه این حلقه در میاد حلقه دوم از حلقه اول عبور میکنه و بعد دوباره حلقه میگیرم از زیر خوش گندمی. تمام باکس هایی که بافته میشه باید لبه بافی بشه یعنی لبه بافی انتهای کار حتما باید انجام بشه هم برای قشنگی هم برای تمیزی و دیگه نهایی کردن سبدتون به انتهای کار رسیدم جایی که دیگه خوش گندمی ندارم ببینید این خوش گندمی اول من بود و این خوش گندمی آخر در این مرحله یه مقدار نخ با استفاده از قیچی یه مقدار نخم رو جدا میکنم این حلقه رو کامل از داخل خوش گندمی آخر در میارم به این صورت خب همونجور که دقت میکنین هر کدوم از این خوش گندمی ها یه خط بالایی دارن یه خط بالایی من میام این نخی که آزاد شده رو قلابم رو میکنم وسط این خوش گندمی اول نخ آزاد شده رو میگیرم و میکشمش بیرون این نخ بالا خب هر خوش گندمی یه نخ پایین داره الان این نخ پایینی مونده قلابمو دوباره میکنم از این زیر نخ پایینی نخ اصلی رو بیرون میکشم به این صورت و از داخل خوش گندمی آخر از پشت از پشت سبدم و از این وسط از جایی که این خط اول رفته ببینید گلاب از جایی که این خط شروع شده بیرون میاد و این نخ آزاد شده به داخل کشیده میشه و در آخر با دست این دوتا نخی که من از داخل خوش گندمی ها عبور دادم و مرتب میکنم به صورتی که وصل ابتدا و انتها مشخص نشه. این نخ اضافی از داخل سبدم زیر بافتایی که از پشت داشتم مخفی میشه به این صورت یکی دو تا مخفی میکنم میکشم و بعد انتهای کارمو با قیچی جدا میکنم جوری که اضافه نخی توی سبدم معلوم نباشه به این صورت این هم سبد دایره ای. امیدوارم از این آموزش استفاده کامل و برده باشین.